وحدت ملی بر ایجاد کابینه کارا و شایسته تلاش رئیس جمهور احمد زی بر ساختار استراتژی امنیتی و آتش باری نظامیان هندی بر کشمیر تحت تسلط پاکستان منجر به کشته شدن دوازده تن گردید سلام به مجموعه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان از شبکه ی جهانی خورشید خوش آمدین امروز یک شنبه بیستم میزان سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 12 اکتبر سال 2014 میلادی امریکا از رهبری حکومت جدید خواست است که یک کابینه کارآمد را ایجاد کند وزیر خارجه امریکا هشدار داده است که افغانستان با چالش های جدی روبرو بوده و آینده کشور به رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بستگی دارد جان کردی گفته است که تنها یک برنامه با محوریت مشترک میتواند پاسخگوی نیازمندی های شهروندان افغانستان باشد حکومت جدید نیز میگوید که همکرون سرگرم رایزنی به خاطر گزینش چهره های کلیدی در کابینه جدید است وزیر خارجه امریکا در صحبت با تلویزیون آشنا حکومت وحدت ملی را یگانه گزینه برای حل مشکلات کنونی افغانستان دانسته و گفته است که آینده این حکومت و کشور به مدیریت و کارکردهای اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بستگی دارد جان کری ثبات در افغانستان را برای کشورهای منطقه و جهان ارزشمند دانسته و تاکید کرده است که تنها تمرکز حکومت وحدت ملی درباره یک برنامه مشترک میتواند وضعیت بهتر را برای افغانستان فراهم کند حالا مشکل این است که کشور را به گونه کامل به محور یک آجنده مشترک سوق داد. فکر می کنم که گام نخست برای تصریح این آجندا به منظور آوردن اصلاحات اقتصادی، رشد و توسعه و اصلاحات انتخاباتی و برای فراگیری همه بسیار مهم بوده و فکر می کنم که آغاز خوب بوده است. وزیر خارجه امریکا هشدار داده است که تنها یک دسته که بتوانند با هم کار کنند می توانند با پشت سر زدن چالش های کنونی افغانستان به نیازمندی های شهروندان افغانستان پاسخگو باشند این امر بسیار مهم است شما باید تیم تطبیق کننده را ایجاد کنید تیمی را ایجاد کنید که با هم کار کرده تواند و طوری که دکتر غنی بارها گفته است او نمی خواهد حکومتی را تشکیل دهد ده که کار کردن نتواند بنابراین ایجاد همچو یک تیم بسیار مهم است دفتر رسانه های رئیس جمهور و رئیس اجرایی نخواستند در مورد کار درباره تشکیل کابینه صحبت کنند اما شماره از اعضای مجلس نمایندگان از اختلاف های درونی میان رهبری حکومت وحدت ملی در ایجاد کابینه پرده بر فعلی ما حکومت چوکی و پول است کابینه بوسکشی اساسی در زمان تقسیم چوکی های وزارت شروع می شود و من فکر می کنم که به خاطر امین هم هست که اینها به این زودی وارد میدان بوسکشی نمی شوند خوب این خواهد بود که هم به موقع اقدام صورت بگیره و هم مطابق با قانون و کارآمدی حکومت کارآمدی اجاب میکنه که افراد شایسته و برخوردار از میارهای شایسته ای کابینه آینده افغانستان را پیدا بکنه و به موقع بودن هم اجاب بکنه که از رکودی که فعلا در اداره به وجود آمده جلوگیری شود و یک مقداری سرعت داده شود گزارش های تایید نشده نیز وجود دارند که اختلاف میان رهبری حکومت وحدت ملی سواب شده است که حکمت خلیل گرزه پس از گماشت شدنش به حیث معین سیاسی وزارت امور خارجه تا اکنون به کارش آغاز نکرده است چیزی که مقام ها در حکومت وحدت ملی نخواستند در مورد آن گپ بزنند رئیس جمهور احمد زی می گوید برای تأمین امنیت و آوردن صلح در کشور روی طرح راهبردی امنیتی کار می کند و همکاری جامعه جهانی نیز در تأمین امنیت ضروری است اما آگاهان و اعضای مجلس نمایندگان می گویند اگر دلایل ناامنی ها روشن نشود و اراده واقعی برای تأمین امنیت و آوردن صلح در کشور وجود نداشته باشد این گپ ها شعار بیش نیست جزیات بیشتر از مبارز خراسانی افغانستان کشوری که بیشتر از همه قربانی ناامنی ها شده است ناامنی هایی که ریشه در بیرون از کشور دارد و تازگی رئیس جمهور احمد زید در دیدار با دو سناتور امریکایی گفته است امنیت افغانستان بسیار مهم است و بر روی طرح راهبردی امنیتی کار می کند تا امنیت در کشور تامین شود امنیت افغانستان برای ما مسئله مهم است به همین خاطر روی یک طرح راهبردی امنیتی کار میکنیم تا بتوانیم صلح را در افغانستان تأمین کنیم در این راستا به های جامعه جهانی ضرورت داریم نمایندگان مجلس میگویند ناامنی در افغانستان ریشه در بیرون از کشور دارد اگر اراده واقعی برای تامین امنیت کشور وجود داشته باشد و حکومت افغانستان بتواند جامعه جهانی به ویژه امریکا را در تامین امنیت همکار خود نماید و بر کشورهای همسایه فشار وارد کند امنیت فراهم شدنی است از و اراده وجود داشته باشد از جانب حکومت افغانستان و همچنان از جانب حکومت پاکستان و کشورهای که با افغانستان ارتباط داره خصوصا ایالات متحده امریکا در این رابطه ما مشکل نداره و مردم افغانستان رو از اینا حمایت میکنه در جهت آوردن امنیت و ثبات دا داخل افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان آموزشگاه ها و تمویلگاه های بسیار جدی وجود داره بناهن بررسی و برخورد با این قضیه ایجاب میکنه که یک بار دقیق تر و استراتژیک تر از مجاری دیپلماتیک روی زی قضیه غور صورت بگیره و فشار لازم از مجاری دیپلماتیک روی پاکستان صورت بگیره تا آموزشگاه ها و تمویلگاه های تروریسم در خاک پاکستان از بین برده شوند اما آگاهان میگویند تا زمانی که معضل دیورن حل نشود نیروهای امنیتی کشور به گونه درست تجهیز و تمویل نگردند جامعه جهانی طالبان را دشمن مشترک ندانند و در پیکار بر ضد آنان همکاری صادقانه نکنند مسئله امنیت در افغانستان چیزی جز یک شعار نخواهد بود تا زمان ما به واقعیت دیورند اه، اه، پی نبریم یا آگاهانه تصمیم نگیریم پاکستان به اصطلاح واگذار نمیکنه این مسئله را بر ما بنابراین اونا از شبکه های تورستی حمایت میکنن موجودیت احزاب و سازمان های که در سطح منطقه از یا آدیکال در منطقه فعالیت دارن آسیب پذیری هایی که ما داریم اصلاحاتی را که باید در نهادهای امنیتی ما به وجود بیاید که ما را توانمند بسازد همکاری صادقانه جامعه بین المللی در راستای مبارزه با تروریسم و افراطیت هرچند پیش از این حکومت رئیس جمهور کرزی در کنار موضعگیری های ها آمیز با طالبان تلاش هایی به خاطر آمدن صلح و تامین امنیت در کشور انجام داد اما در آخرین روزهای حکومت گذشته وضعیت امنیتی نگران کننده شد اینکه حکومت افغانستان می تواند امنیت را در کشور تامین کند و یا نه هنوز روشن نیست ضعف مدیریتی در کمیسیون های انتخاباتی سبب تاخیر در اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی شده است برخی از های نظارت کننده از انتخابات میگویند عامل اصلی تاخیر در اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی شفاف نبودن فیصله ها و ضعف مدیریت در های انتخاباتی است و آنان باورمند نیستند که این نتایج شفاف باشد در حالی که کمیسیون های انتخاباتی یک دیگرشان را متهم به ضعف مدیریتی و کمکاری می کنند نهادهای ناظر بر انتخابات وضعیت به وجود آمده را بدترین گونه مدیریت در انتخابات دانسته غفلت و کمکاری نهادهای انتخاباتی را برای شهروندان کشور نابخشودنی می این نهادهای ناظر بر انتخابات خواستار آوردن تغییرات جدی در ساختار هر دو نهاد انتخاباتی هند و هر گونه بی‌توجهی را جفا در حق دموکراسی می مزیاد باوری نیستم مخصوصا زفایی را که دو کمیسون داشتن در اجراتشان نقایصی که در سیستم انتخابات یا نظام انتخابات ما داریم در قوانین داریم مشکلاتی که در ساحه مداخله حکومت مقامات دولتی موجود بود با در نظر داشت کل از این مسائل ناممکن است که ما بگوییم که نتیجه که می آید کاملا نتایج شفاف است یا حداقل تا حد زیاد شفاف است نه کاملا ناقص خود بود مشکلات جدیدش وجود داره ولی ضرور است که ما منیس یک نسل آگاه ای درس بگیریم و اصلاحات در آینده بیاریم هم مشکل است نحوه مدیریت دو دور انتخابات کم بود افراد مسلکی در رهبری کمیسیون های انتخاباتی صلاحیت نداشتن دفترهای ولایتی و نقص تقویم انتخاباتی از مواردی هند که اکنون نهادهای ناظر بر انتخابات آنها را عامل افزایش تنش های انتخاباتی میان نهادهای انتخاباتی و تاخیر در اعلام نتایج میدانند مشکلات دیگه هم ممکن است وجود داشته باشه که اختلاف نظر میان دو کمیسیون بروز کرده اگر اطلاعات لازم می بود اگر شفافیت لازم می بود در این صورت این مشکلات تا حد زیاد اتفاق نمیفتید اگر ام اتفاق مفتید باز در این صورت وضاحت لازم وجود می داشت و همه می که مشکل در کار کمیسیون شکایات است یا ای که در تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات خب بر دو کمیسیون چون کمکاری جدی داشتن والی مجبور هستند که اینا اتهام بالای یکدیگر پرتن و از معانگی لازم برخوردار نباشد روند پروسی مخصوصا شورای ولایتی دوام تاخیرها اکنون نامزدان شوراهای ولایتی را نگران انجام کارهای پشت پرده و جلوگیری از افشا شدن تقلبها در کمیسیون انتخابات کرده است تصفیه کاری شروع شود به خاطر که می اشخاص بودند که انتخابات به چالش کشاندن و هنوز باقی هستند و این افراد تلاش عزیز دارند چون چیزی بر از دست دادن ندارند تلاش این را دارند که یا با انمی با سلایت هایی که دارند گذار برای نتایج شورای ولایتی افغانستان شود همه رزالتا 992 محل با امضای از اینا با دستخط از اینا مزاین است بنان سوال نمیمونه که باز به باید هر چه هاجل هر چیز امی در بحران انتخاباتی نزدیک بود کشور را با خطر جنگ های داخلی رو برو سازد. دلیل همه این بحران ها را نهادهای ناظر بر انتخابات در ضعف مدیریت هر دو کمیسیون انتخاباتی می دانند. اکنون پرسش اینجاست با وجودی که هنوز هم هر دو کمیسیون کارکردشان را شفاف می دانند. مقصر اصلی کی ها هند و چرا همه خواستار آوردن تغییرات جدی در این نهادهای های انتخاباتی هند. موافقت نامه کمک یک چهار میلیارد یورو به تازگی میان سرپرست وزارت مالیه و کمیشنر امور توسعه کمیسیون اروپایی در حاشیه اجلاس بانک جهانی در واشنگتن امضا شد مقام ها در بخش توسعه اتحادیه اروپا گویند این کمک ها نشان دهنده همکاری این نهاد و افغانستان است گفته شده که این کمک در پروژه های مهم و برای رفع نیازمندی های شهروندان افغانستان هزینه می شود. اتحادیه اروپا کمک 1.4 اشاره میلیارد یورو را در امور توسعه افغانستان تا سال 2020 میلادی اعلام کرده است. کمشنر امور توسعه این اتحادیه گفته است این کمک توسعه به افغانستان شاندهنده دهنده تعهد کمک در اتحادیه اتحادی اروپا است. سرپرست وزارت مالی افغانستان که در واشنگتن به سر میبرد موافق این کمک را با آندرس پی بلگز کمشنر امور توسعه کمیسیون اروپایی به امضا رسانیده است. از این پول در بخش حیاتی مانند تحکیم ثبات اجتماعی توسعه روستاها کشاورزی بهداشت و تقویت دموکراسی در افغانستان استفاده خواهد شد این مقام اتحادی اروپا از ایجاد حکومت وحدت ملی ابراز خوشبینی کرده و این مورد را در تعمین مسئولیت آینده شهروندان افغانستان روی کرد مثبت دانست است در اعلامی اتحادی اروپا نیز آمده است که افغانستان تا هنوز از شمار کشورهای تنگدست جهان با شمار می آید و یگانه مشکل در این کشور بیکاری می باشد شورای عالی صلح گوید طالبان به دستور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از زندان رها شدند و این شورا در آزادی زندانیان طالب نقش اندکی داشته است مشاوره رابط خارجی این نهاد از حکومت جدید میخواد نباید این اشتباه دوباره تکرار شود وزارت امور داخله نیز رهایی زندانیان طالب را نیکوهش کرده و عامل شالور شدن دوباره جنگ در بیشتر ولایت های کشور را رهایی طالبان از زندان میپندارد افغانستان کشوری که بیشتر از همه قربانی ناامنی ها شده است ناامنی هایی که ریشه در بیرون از کشور دارد و تازگی رئیس جمهور احمد زید در دیدار با دو سناتور امریکایی گفته است امنیت افغانستان بسیار مهم است و بر روی طرح راهبردی امنیتی کار می کند تا امنیت در کشور تأمین شود امنیت افغانستان برای ما مسئله مهم است. به همین خاطر روی یک طرح راهبردی امنیتی کار میکنیم تا بتوانیم سال را در افغانستان تامین کنیم. در این راستا به همکاری های جامعه جهانی ضرورت داریم. نمایندگان مجلس میگویند ناامنی در افغانستان ریشه در بیرون از کشور دارد اگر اراده واقعی برای تامین امنیت کشور وجود داشته باشد و حکومت افغانستان بتواند جامعه جهانی به ویژه امریکا را در تامین امنیت همکار خود نماید و بر کشورهای همسایه فشار وارد کند امنیت فراهم شدنی است از و اراده وجود داشته باشد از جانب حکومت افغانستان و همچنان از جانب حکومت پاکستان و کشورهای که با افغانستان ارتباط داره خصوصا ایالات متحده امریکا در این رابطه ما مشکل نداره و مردم افغانستان از اینا حمایت میکنه در جهت آوردن امنیت و ثبات داخل افغانستان و اعضای مجلس سنای کشور کمیسیون های انتخاباتی را به بی متهم می کنند این سناتوران می گویند آنان به دلایل نمی از بی های این نهادها پرده بردارند از سوی هم اعضای مجلس سنا می گویند امضای توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن تا اکنون در حل معضل حمله های راکتی پاکستان و تامین امنیت در کشور تاثیرگذار نبوده است با اون که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ترین موضوعات امسال را در کشور تشکیل میداد اکنون همه انتظار اعلام نتایج نهایی های ولایتی هستند اما تا هنوز هم چالش در اعلام نتایج شوراهای ولایتی پابرجاست. و به همین منظور و به همین منظور اعضای مجلس سنای کشور در نشست امروزیشان کمیسیون های انتخاباتی را به بیعدالتی عدالتی متهم می کنند اگر شورای ولایتی را ولو اعلانم بکنه فکر میکنم که در افغانستان در 34 ولایت باز هم از دست همه کمیسیون مستقل انتخابات جنجال جور خواهد شد و ما به جنجال خواهیم رفت جهل تقلب در کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات در دارابطه به شورای ولایتی وجود داشته حتی اینجا معامل 200 بست دلار، سی دلار، دلار تا بالا شده یا کسی که با شورای ولایتی را نیفته او توسط کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی اونا را داده شدن ای دو کمیسیون متاسفانه درگیر جنگ خود هستند و مسئله انتخابات شورای ولایتی و هر روز به تعویق انداخته میشه و جنگ و جدل از اینا باعث ازی میشه که مشکلات را در, در مجلس سنای افغانستان با وجود بیاید از سوی دیگر اعضای مجلس سنا می گویند نتیجه امضای موافقت نامی امنیتی میان کابل و واشنگتن تا اکنون در حل مشکلات راکت پراگانی های پاکستان بر مناطق مرزی کشور تأثیر گذار نبوده است. در کنار این همه انتظارها بر این بود که پس از امضای این موافقتنامه نامه امنیتی امنیت نسبی در کشور تامین گردد. اما تا اکنون امنیت تامین نشده است. گپشان این بود که هنوز ما پیمان امنیتی را امضا نکردیم. حالا پیمان امنیتی هم با ایالات متحده آمریکا امضا شد. اما دلیل ادامه راکت پراگنی از طرف پاکستان به افغانستان چیست؟ و می از حکومت جدیدی که تحت رهبری جناب اشرف غنی احمد زی صاحب جدیدن روی کار آمده اولین گامی را که بر می داره و برای مردم ثابت بسازه که بالاخره مردم از دست ناامنی ها به ستو آمده و این مسئله را چاره سازی بکنه نگرانی ها از اعلام نشدن نتایج نهایی شوراهای ولایتی در حال است که و توزگی مقام های کمیسیون مستقل انتخابات میگویند حجم فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بر ابتلا رای برخی از محلات بیشتر است و در جان در سیستم زمانگیر خواهد بود اما از اعلام نتایج نامزدان شوراهای ولایتی هیچ خبری نیست خبرهای جهان تا لحظات بعد باز هم خوش آمدن پاکستان میگوید که آتشباری نظامیان هندی بر کشمیر تحت تسلط این کشور منجر به کشته شدن دوازده تن گردیده است. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه میگوید که بر علاوه بیشتر از 52 شهروند این کشور در نتیجه این آتشباریها زخمی شدند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست وزیر پاکستان نیز در نامه بعد از کل سازمان ملل متحد خواهان دخالت او برای آرام کردن تنش های مرزی با هند شده است درگیری میان مرزبانان هند و پاکستان از یک هفته به این سو شدید شده است در حالی که هند نظامیان پاکستانی را متهم به آغاز این درگیری ها کرده است اما پاکستان میگوید که تنها با آتشباری باری مرزبانان هندی پاسخ میدهند. دهند سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست وزیر پاکستان گفته است که در جریان یک ماه گذشته دوازده شهروند این کشور در نتیجه آتش های مرزی نظامیان هندی کشته شدند او همچنان در نامه از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است تا برای جلوگیری از پیچیده شدن تنش میان هند و پاکستان مداخله کند. پاکستان از دهه ها به این سو از سازمان ملل متحد خواست است تا برای ایجاد صلح دائمی در منطقه در موضوع کشمیر مداخله کنند. نظامیان پاکستانی در مرز هند در حال تنش آفرینی می کنند که جنگنده های این کشور مخفیگاه تحریک طالبان را در وزیرستان شمالی آماج قرار داده است. سازمان استخباراتی پاکستان اعلام کرده که در نتیجه حملات امروز جنگنده های این کشور بر پنج مخفیگاه شوریشیان دست کم دوازده پیکار تحریک طالبان کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور عقب نشینی سربازان روسی از مناطق مرزی این کشور با اوکراین را صادر کرده است سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که حدود 17600 سرباز که در حال انجام تمرینات نظامی در منطقه مرزی روستوف هستند به پایگاه های خود باز خواهند گشت روسیه در گذشته عقب نشینی نیروهای خود از مناطق مرزی را اعلام کرده بود ولی آمریکا گوید این عقب هیچ وقت عملی نشدند اینک دستور رئیس جمهور روسیه برای عقب نشینی سربازان این کشور از مرز اوکراین چند روز قبل از ملاقات رئیسان جمهور دو کشور صادر شده است قرار است آقای پوتین روز جمعه با پترو پروشونکو همسایه اوکراینی خود در ایتالیا دیدار و گفتگو کند و نشست بین المللی بازسازی غزه امروز در شهر قاهره پایتخت مصر برگزار شد محمد عباس رئیس تشکلات خودگردان فلسطین در این نشست تعهد سپرد که کمک های جامعه جهانی را به گونه درست و شفاف برای بازسازی غزه مصرف خواهد کرد او میگوید که برای بازسازی غزه که در جنگ پنجاه روزه با اسرائیل تخریب شده به چهار میلیارد دلار نیاز است جان کری وزیر خارجه که در این نشست اشتراک داشت از تعهد دو و دوازده میلیون دلاری کشورش برای بازسازی غزه خبر داد انتظار می رود که با تعهد دیگر کشورها درخواست چهار میلیارد دلاری فلسطین برآورده شود خبرهای اقتصادی بعد از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. ها نزدیک به یک هفته دیگر تفاهمنامه آغاز کار عملی پروژه کاسا یک هزار میان کشورهای از به این پروژه امضا می شود. مقام ها در شرکت برشنا می گویند که با امضا شدن پیمان های بازرگانی خرید و فروش برق در چارچوب پروژه های کاسا یک هزار آغاز می شود و نیز از این پروژه افغانستان سالانه بیشتر از 300 میگاوات برق به دست خواهد آورد. قرار است تا یک هفته دیگر تفاهم نامه های خرید و فروش برق در چارچوب پروژه کاسا 1000 میان کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجکستان و قرقیزستان در دوبی امضا شود. کاسا 1000 نخستین پروژه است که با عملی شدن آن روند کشیده شدن 1300 مگاوات برق از قرقیزستان به تاجکستان، افغانستان و پاکستان آغاز می شود. و نیز افغانستان از این پروژه سالانه 300 مگاوات برق حق عبور خواهند گرفت. حداقل می که ما یک انرژی بدیل دیگری از این پول ما به افغانستان میسر بسازیم 300 مگاوات برق دیگه که به افغانستان داده میشه ای هم در بدل می ترانزیت این یک ای 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 برق بسیار خوبی است که ما میتونیم کابل و این مسیری که در این مناطق است که ما از, از نور برق مستفید بسازیم پاکستان از توافق افغانستان و کشورهای منطقه به خاطر آغاز کار عملی پروژه کاسا 1000 ستایش کرده و ابراز آرزومندی کرده است که این پروژه سبب تقویت روابط و همکاری ها میان کشورهای منطقه شود. ما از بانک جهانی دولت امریکا، اداره توسعه جهانی امریکا، حکومت های افغانستان، قرغزستان و تاجکستان به خاطر توافق درباره عمل شدن پروژه کاسا 1000 ستایش می کنیم. عمل شدن این پروژه می تواند سبب گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی میان دو کشور شود و پاکستان متحد است که روابط بازرگانی اش را با حکومت جدید افغانستان گسترش بدهد. آگاهان اقتصادی به این باورند که, که با عملی شدن پروژه یک کاسا یک هزار افزون بر مفاد اقتصادی که به افغانستان میرسد روابط امنیتی و سیاسی کشور نیز با کشورهای منطقه گسترش یابد. و شرکت کانادایی و کنسرسیوم هندی در داوطلبی معدن حاجگک از سوی وزارت مادن و پترولیم غیر عادلانه برنده اعلام شدند مسئولان شرکت امریکایی به نام اکاتکو میگویند اکنون پس از مطالعه دقیق اسناد برنده شدن شرکت کانادایی و کنسرسیوم هندی دریافتند که برنده این قرارداد شرکت اکاتکو بوده است اما مسئولان وزارت مادن و پترولیم ادعای این شرکت را رد می کنند. مطالعاتی که متخصصان امریکایی در بخش مدن حاجگک انجام دادن آمده است که این مدن نزدیک به یک میلیارد هشت میلیارد دارد. وزارت مدن به خاطر سرخواه جین مدن سه سال پیش دو را انجام داد که پس از آن یک شرکت کنودی و کنسرسیوم هندی که متشکل از هفت شرکت می باشد برنده آن اعلام شدند. اما اکنون رئیس شرکت امریکایی به نام اکادکو می گوید پس از مطالعه اسناد شرکت های برنده دریافتند که باید آنان برنده این دواطلبی می بودند. کمپنی های فینانس یا باید از حکومت هندوستان بر ما قرض بده، یا حکومت افغانستان بر ما باید قرض بده. اصلا اینا باید از فورا از بیت خارج میشدن چرا شرط پولی به صورت قطعی باید واضح می و قابل تغییر نمی بود اما تا باید روز که سه سال می به هر دلیلی که هست شما امکان داره خوبتر از ما کنه اینا را هنوز هم پشتشان اونا میگن که ما پول نداریم مسئولان وزارت مادن و پترولیا هم این شرکت را بی بنیاد میگوید می گوید شرکت هایی که ظرفیت ندارن همواره تلاش می کنند با مغجوش ساختن زنیت آما به هدف خود دست پیدا کنند. آنان روان دوتربی مدن و جگک را شفاف می دانند. چرا بعد از سه سال اینا می آین که وزارت در هر سر تعامل داشته با کمپنی یا به قول خودش ما ساخت باف داشته چرا بعد از سه سال اینا میگن؟ چرا در اون زمان که اینا در مذاکره بودن این موضوع را نگفتند؟ نشان میده که یک برچسب است یک دروغ است واقعیت نداره و میخواین یک مرجره و یک نهاده در چنین یک وضعیت با استفاده از این جو سیاسی ها که و فرصت های موجود بدنام بسازند این در حال است که از زمان داوطلبی قرارداد استخراج این مدن نزدیک به سی سال میگذرد اما شرکت های برنده تا اکنون هیچ کاری انجام ندادند مقام های وزارت مادن و پترولیا میگوین نزدیک به دو سال قانون مادن به تصویب نرسید و در یک سال اخیر به دستور رئیس جمهور پیشین کار پروژه های بزرگ متوقف شده بود خبرهای ورزشی لحظات به بعد تقدیمتان میگردد اما قبل از آن هم چند رویداد ورزشی رقابت های تیم ملی بسکتبال بانوان افغانستان امروز با حضور ورزشکاران پایتخت و ولایت ها در تالار ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد در این رقابت ها شش تیم از شش ولایت کابل، هرات، کندهار، بامیان، غزنی و بلخ برای سه روز با هم رقابت می کنند و در پایان از میان و شش ورزشکار 18 تن به تیم ملی بسکتبال بانوان عنوان افغانستان و 14 تن دیگر نیز به تیم جوانان گزینش خواهند شد هدف از راه اندازی این رقابت ها توانمند ساختن تیم ملی بسکتبال بانوان عنوان افغانستان گفته شده است نخستین تالار ورزشی میاری برای رشته های فوتسال و بسکتبال امروز در کابل ایجاد شد کار ساخت این تالار ورزشی یک سال را در بر گرفت که بیشتر از ده میلیون افغانی هزینه آن شد مسئولان کمیته فوتسال ایجاد چنین تالار ورزشی را برای میزبانی رقابت های آسیایی بسیار سودمند می دانند از سوی هم مسئولان کمیته فوتسال می گویند به زودی رقابت های فوتسال جامع رسانه های دیداری را نیز در همین تالار ورزشی برگزار خواهند کرد ما 50% تخفیف گرفتیم بر بانوان 50% تخفیف گرفتیم دادیم که از سات نو تا دو, باز... تا دو بانوان از این ورزش میکنه والیبال، بسکتبال و فوتسال و تیم های دیگر را یک نسبت به جمع, جمع دیگه تخفیف ویژه قائل هستیم برای دیگه باز در مجموع فضایش هوایش همه چیز برای استاندارد سازی بسیار خوب است شما بهتر می‌بینید کمیته فوتسال افغانستان امروز و کمیته دیروز نیست در همه کاتگوری های سینی ردای تیم های ملی داره و برای یک که آشنا بسازیم جوان ها را با سیستم استاندارد ای بهترین یک جمع است که انقریب یعنی ان شاء الله تمرینات تیم ملی خود اینجا شروع می‌کنیم این هم پیش بینی آب و هوا thank mm -hmm. you از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاس گذارم وقت خوش خدا نگهدار